بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان عزیز. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. صندوق بشر دوستانه افغانستان طی 3 سال 1 میلیارد دلار کمک جمع‌آوری کرده است. نیمی از مسلمانان اروپا با افزایش تبعیض و نفرت مواجهند. گفتگوی مدیر مؤسسه مصباح حسین با مدیر جوانان و ورزش کربلا به منظور تقویت فرهنگ اسلامی میان جوانان. و کمک‌های مالی مؤسسه خیریه کربلا به ایتام. وقت شما بخیر. صندوق بشردوستانه افغانستان AHF اعلام کرد که کشورهای کمک کننده در سال گذشته میلادی 1 میلیارد دلار به این صندوق کمک کردند. در بیانیه‌ای به مناسبت 10 سال تأسیس صندوق تأکید شده که افغانستان با چالش‌های مداوم و تأثیرات بشری عمیق روبروست. همچنین محرومیت و آسیب‌پذیری زنان و دختران نسبت به گذشته افزایش یافته است. بر اساس این بیانیه، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه به بیش از 23 میلیون نفر رسیده است. صندوق از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهد. عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا، پیرامون این خبر با ما همراه هستند. آقای حفیظ سلام و عرض ادب. سلام، درود بر شما. زنده باشید. آقای حفیظ، با توجه به افزایش تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، به نظر شما چه اقدامات مؤثری می‌تواند از سوی جامعه جهانی برای حمایت پایدار از آسیب‌پذیرترین اقشار به ویژه زنان و دختران انجام شود؟ بفرمایید. بعد سلام مجدد خدمت شما و تمام بیننده‌های شما. جامعه جهانی در طول سالیان متمادی، چی در 20 سال گذشته دوران جمهوریت، چی قبل از او بعد از او، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان داشته، اما یک راهکار مناسب جهت از این که مردم افغانستان با پای خود بیسته نداشته. نفس کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های بلاعوض به شکلی که در افغانستان توزیع میشه، این مردم را همیشه طور بار میاره که نیازمند باشه و کمک های بدونی که ایجاد اشتغال و بدونی از این که دستمزد برای کس پرداخت شوه، کمک ها را به طور ناعادلانه یا عادلانه توزیع میکنه، این جامعه را نیازمند و فقیر بار میاره. جامعه جهانی چند کار را میتونه بکنه که بالای گروه حاکم فشار بیاره تا ای که زنان که قشر آسیب پذیر جامعه افغانستان را تشکیل میده، اینا آزادی های خود را دوباره به دست بیاره و بتونه اینا به شغل و به کار و به تحصیل خود برگرده که وقت میتونه جامعه رشد بکنه. و دوم دیگه کارخانه ها و تولید و امو فابریکات تولیدی و همچنان چیزایی را به وجود بیاره که مردم بتانه آیسا آیسا هم کار کنه و هم مزد به دست بیاره. این میشه که جامعه را به شکل درستش روی پای خود استاد بکنه. این کمک را که جامعه جهانی میتا، مثلا زمستان کمک زمستانی، بهار یک چیز دیگه توزیع میکنن، لباس و خوراک و اینا، این جامعه را بسیار درست تربیه نمیشد. جامعه به شکلی بار میآید که خب میآید با گندم میاره، روغن میاره، دیگه میکنه. این خودش نه تنها که برای جامعه سود نداره، بلکه جامعه را از بین میبره، جامعه را نابود میسازه،
که متاسفانه در طول سالیان متمادی مخصوصا از طرف WFP و سایر نهادهای بین‌المللی که در افغانستان کمک می‌شده، این کمک ها افغانستان را نابود ساخته، افغانستان را نیازمند برآورده و افغانستان را به این وضعیت که فعلا روبرو هست آماده ساخته. بنابراین باید جامعه جهانی رویش خود را تغییر بده، آزادی های مردم را دوباره و فشار بیاره که مردم آزاد باشه، کار بکنه و تولیدات داخلی را رشد بده و سرمایه گذاری بکنه روی منابع داخلی و مخصوصا زراعت و آبیاری و اینا که اقتصاد جامعه رشد بکنه. این کمک های یک دفعی و یک بار مصرف اینا برای جامعه مفید نیست. بله ممنونم. با تشکر از عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. اداره اماکن متبرکه و زیارتی عراق از ادامه ساخت گنبد امامزاده حمزه غربی در استان بابل خبر داد. سید محمد مأمون الشمری تولیت امامزاده اعلام کرد که قطر گنبد 16 متر و ارتفاع آن 14 متر است. همچنین آینه‌کاری های بخش های مختلف در طرح گنجانده شده است. الشمری از تلاش ها و کمک های نیکوکاران قدردانی کرد. اتحادیه شبکه‌های شیعه در نجف اشرف از انجمن رسانه‌های حسینی آزاد تجلیل کرد. زید الغرابی الحسینی مسئول روابط عمومی گروه کانال‌های رسانه‌ای با اهدای لوح سپاس از نمایندگان انجمن قدردانی کرد. او بر تعهد این هیئت به حمایت از شاعر حسینی تأکید و برای رسانه‌های شیعی دعا کرد. کریم اهل سید سخنگوی وزارت آموزش و پرورش عراق از افتتاح مدارس با سیستم آموزشی لبنان خبر داد. او گفت که شمار دانش آموزان لبنانی در عراق در حال افزایش است و صدها خانواده لبنانی به این کشور مهاجرت کردند. آمار دقیقی از تعداد دانش آموزان لبنانی وجود ندارد. منابع یمنی از حمله هوایی آمریکا به استان هزرموت و ترور یکی از اعضای القاعده خبر دادند. پهپاد آمریکایی به خودروی این عضو در منطقه جل القراشم حمله کرد. القاعده در برخی مناطق یمن فعال است و مقامات یمنی پیشتر از طرح‌های این سازمان برای حمله به تأسیسات خبر داده بودند. مسجد تاریخی 200 ساله در پودوگو ریتسا به عنوان بزرگترین مسجد با ظرفیت 1500 نمازگزار بازگشایی شد. این مسجد شامل نمازخانه برای بانوان و زیرزمین آموزشی است. مفتی کشور مونتنگرو بر نقش آن در نشر پیام اسلام و تقویت ارتباطات اجتماعی تأکید کرد و آن را نقطه عطفی دانست. سازمان ملل و اتحادیه پزشکان سودان از حملات نیروهای شبه نظامی واکنش سریع RSF در مرکز و شرق سودان خبر دادند که منجر به کشته شدن بیش از 120 نفر شده است. این گروه همچنین اموال عمومی و خصوصی را غارت کرده است. این حملات جنایت‌های فجیع بزرگی خوانده شده و یادآور نسل‌کشی دارفور است. محققان روشی جدید برای پرورش نطفه جوجه ها بدون پوسته تخم مرغ ابداع کردند. این روش امکان مشاهده مستقیم تکامل پرنده را فراهم می کند و می تواند ابزار جدیدی برای تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی باشد. پژوهشگران می توانند تغییرات بیولوژیکی در نطفه را به طور واقعی بررسی کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که کشت متنوع محصولات زراعی به ذخیره کربن در خاک کمک کرده و سلامت خاک را افزایش می‌دهد. خاک منبعی بزرگ برای دی‌اکسید کربن است و فرایندهایی مانند شخم زدن این گاز را آزاد می‌کند. با افزایش تنوع در کشت، اکوسیستم‌های مقاوم‌تر و سالم‌تری ایجاد می‌شود.
محققان دریافتند که کشت محصولات مختلف زراعی در زمین‌های کشاورزی به ذخیره کربن در خاک کمک می‌کند. شخم‌زنی و برداشت کربن را آزاد می‌کند، اما تنوع در کشت به حفظ کربن کمک می‌کند. افزایش تنوع باعث ایجاد اکوسیستم‌های سالم‌تری می‌شود که به تغییرات بهتر پاسخ می‌دهد. محققان در بریتانیا ابزار هوش مصنوعی جدیدی به نام آیر طراحی کردند که خطر مرگ زودهنگام بیماران قلبی را پیش بینی می کند. این ابزار با استفاده از میلیون ها الکتروکاردیوگرام آموزش دیده و می تواند مشکلاتی را که پزشکان نمی بینند شناسایی کند و در 78% موارد بیماران در معرض خطر را شناسایی کند. گزارش جدید اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از مسلمانان در کشورهای اروپایی با تبعیض و نفرت روزافزون روبرو هستند و زنان محجبه به ویژه در بازار کار و مسکن با موانع بیشتری مواجه می‌شوند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. گزارش جدیدی از سوی آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از مسلمانان ساکن در کشورهای اتحادیه اروپا به صورت روزانه با تبعیض و نفرت ورزی مواجه هستند. این افزایش تبعیض به ویژه پس از تشدید بحران‌های خاورمیانه با روندی نگران کننده روبرو بوده و بر زندگی مسلمانان تأثیر گذاشته است. این گزارش بر اساس بررسی‌های میدانی از تجربیات حدود 96,000 مسلمان در 13 کشور اروپایی تهیه شده و آشکار می‌سازد که مسلمانان به دلیل دین، رنگ پوست، نژاد و پیشینه مهاجرتی خود به طور روزانه با مشکلاتی از قبیل نژادپرستی و آزار مواجه هستند. حدود 50% از شرکت کنندگان در این تحقیق از تجربیات تبعیض‌آمیز خود خبر دادند، در حالی که این رقم در سال 2016 39% بوده است. بر اساس این گزارش کشورهای اتریش با 71% و آلمان با 68% کشورهای اروپایی با بیشترین تبعیض علیه مسلمانان هستند، در حالی که این نسبت در فرانسه 39% و در اسپانیا و سوئد پایین‌ترین میزان است. همچنین زنان مسلمان به ویژه زنان محجبه در مقایسه با مردان و زنان غیر محجبه با تبعیض شدیدتری در حوزه‌های کار و مسکن مواجه هستند. آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا بر ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای مقابله با نژادپرستی و نفرت علیه مسلمانان و حمایت از حقوق آنها تاکید کرده و از اتحادیه اروپا خواسته است با تقویت همزیستی به بهبود وضعیت مسلمانان در این قاره کمک کند. مدیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام به همراه نمایندگان این مؤسسه با مدیر جدید اداره جوانان و ورزش کربلا دیدار کردند. در این گفتگو بر اهمیت همکاری برای ترویج فرهنگ اسلامی و اصول مذهب اهل بیت علیهم السلام میان جوانان تاکید شد. مؤسسه مصباح الحسین برنامه‌هایی برای ارتقای شناخت فرهنگی و دینی جوانان تدوین کرده و خواستار همکاری بیشتر با اداره جوانان کربلا شد. مسئولان مؤسسه بر لزوم استفاده از ارزش‌های اسلامی برای تقویت هویت جوانان تاکید کردند. مدیر اداره جوانان کربلا نیز از این همکاری استقبال کرده و آمادگی خود را برای پشتیبانی از طرح‌های فرهنگی و تربیتی مؤسسه اعلام نمود. هدف این نهاد ایجاد جامعه‌ای آگاه بر اساس ارزش‌های اسلامی است. مؤسسه خیریه کربلا وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به خانواده‌های نیازمند و ایتام در کربلا کمک مالی ارائه کرده است. این کمک‌ها بخشی از برنامه جامع برای حمایت مستمر از صدها یتیم و خانواده‌های نیازمند در این شهر است.
این مؤسسه علاوه بر کمک‌های مالی، لوازم ضروری مانند پوشاک، لوازم تحریر و سبدهای غذایی را نیز در دوره‌های خاص توزیع می‌کند تا نیازهای اساسی خانواده‌ها را برطرف سازد. و خبری از کشور آلمان. دولت آلمان با سرمایه گذاری بیش از 8 میلیون یورو در پروژه جدید بهره‌وری انرژی و ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر را در مساجد مراکش آغاز کرده است. این پروژه به هدف ارتقای فرصت‌های شغلی و تجاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش آگاهی در مورد مزایای آن طراحی شده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. دولت آلمان با سرمایه گذاری بیش از 8 میلیون یورو در پروژه جدید بهبود بهره‌وری انرژی و ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر را در مساجد مراکش هدف قرار داده است. این پروژه تحت عنوان ترویج اشتغال از طریق بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر در مساجد توسط وزارت همکاری اقتصادی و توسعه فدرال راه اندازی شده و به طور خاص به ارتقای فرصت‌های شغلی و تجاری در این حوزه می‌پردازد. بیش از 6 میلیون یورو از این بودجه به استقرار کارشناسان متخصص برای مشاوره و اجرای اقدامات در محل اختصاص یافته است. همچنین حدود 404 هزار یورو برای تأمین مصالح از جمله چراغ‌های LED، آبگرم‌کن‌های خورشیدی و پنل‌های فوتوولتاییک برای مساجد هزینه شده است. این پروژه علاوه بر بهبود زیرساخت‌های انرژی، شامل مشاوره در طراحی و اجرای صلاحیت فنی برای شرکت‌های محلی و آموزش ائمه جماعات و معلمان زن و مرد در مساجد نیز می‌شود. هدف این آموزش‌ها افزایش آگاهی در مورد مزایای بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر است. دولت مراکش اعلام کرده است که این پروژه به اهداف خود در ارتقای فرصت‌های شغلی و تجاری دست یافته و امید می‌رود که با ادامه این اقدامات تأثیرات مثبت بیشتری در جامعه محلی ایجاد شود. پلیس فدرال آلمان گزارش داده که در 9 ماه نخست سال جاری 53410 مورد ورود غیرقانونی به این کشور ثبت شده است. از این تعداد 28321 نفر از گذرگاه‌های مرزی اخراج شدند. همچنین پلیس مرزی آلمان در همین مدت 1195 قاچاقچی انسان را دستگیر و 1088 ورود غیرقانونی مرتبط با قاچاقچیان را ثبت کرده است. این آمار تنها شامل مرزهای زمینی است و ورودی‌های غیرقانونی از طریق فرودگاه‌ها و بندرگاه‌ها در این آمار لحاظ نشدند. بیشترین اخراج‌ها مربوط به افراد از اوکراین، سوریه و افغانستان بوده است. مؤسسه سازمان جهانی غذا WFP هشدار داده است که جنگ در سودان به بزرگترین بحران قحطی در جهان منجر شده است و در صورت عدم کمک‌های انسانی صدها هزار نفر ممکن است به دلیل گرسنگی جان خود را از دست بدهند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. سازمان جهانی غذا به تازگی نسبت به وضعیت بحرانی قحطی در سودان هشدار داده است. این سازمان اعلام کرده که جنگ در سودان باعث ایجاد بزرگترین بحران قحطی در جهان شده است.